ارتش اسرائیل پیشتر به اهدافش از حمله زمینی به نوار غزه اشاره کرده بود. هدفش چی بود؟ آنچه که وزیر دفاع اسرائیل مؤکداً گفته، حذف حماس و خارج کردن کنترل نوار غزه از دست حماس است. این چیزی است که ارتش اسرائیل در 10 روز اخیر بارها بیان کرده، مقامات دولتی از جمله بنیامین نتانیاهو و سایر مقامات بهش اشاره کردند. در ساعت‌هایی که هستیم درسته که گفته شد ارتش اسرائیل حمله خودش رو گسترده‌تر می‌کنه، اما مقامات دولتی تقریبا ساکت هستند، هیچ اظهار نظری نیست، مگر مشاور آقای نتانیاهو که در رسانه‌های آمریکایی گفتگو کرده، گفته که حماس امشب خشم ما را خواهد دید و همچنین تأکید کرده که غزه در آینده شکلی به خود می‌بینه. اما کوروش، رسانه‌های اسرائیلی با در واقع خیلی توجه نشون دادن به اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر که در آمریکا به آمریکا سفر کرده بود و از او نقل قول کردن که گفته گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی دستشون رو ماش است و این رو به نوعی در واقع ادامه همون بحث نقش جمهوری اسلامی در فعالیت‌های این گروه‌ها در شمال اسرائیل و همچنین در نوار غزه می‌دونن. نکته قابل توجه در مورد حمله امشب این است که گسترش حمله امشب این است که که اسرائیل بعدش رو داده بود تلقی کرده. مقام اردنی گفته اسرائیل رسما حمله زمینی به غزه رو شروع کرده، هرچند مقامات دولتی اینجا خیلی محافظه‌کارانه نسبت به این موضوع صحبت میکنن و همچنین رسانه های اسرائیلی خیلی توجه نشون دادن به دیدار هیئت اعزامی حماس به مسکو و دیداری که داشتن با باقری کنی معاون ایران و عملاً این دیدار رو محکوم کردن، از مقامات روسیه انتقاد کردن به خاطر میزبانی از جمهوری اسلامی و نیروهای حماس. آرش، در غزه وضعیت چطور هست؟ از اون طرف خبری مخابره میشه؟ خبری در اختیار داری در مورد وضعیت غزه؟ چیزهایی که ما اطلاع داریم خیلی محدود هست. وضعیت این گونه است که بخش قابل توجهی از خب میدونیم در 10 روز اخیر مقامات ارتش و دولت اسرائیل هشدار داده بودند به ساکنین شمال غزه، عمدتا شهر غزه در شمال، و گفته بودند به سمت جنوب برید. امشب هم سخنگوی ارتش اسرائیل در خبری که اومد اعلام کرد که حمله زمینی گسترده تر خواهد شد، ساکنین شمال خواست به سمت جنوب برن به خاطر اینکه به گفته ایشون منطقه جنوب منطقه امتری برای اونها خواهد بود. پیش از این سازمان ملل اعلام کرده بود حدود 700 هزار نفر از کسانی که از منطقه شمال غزه که مثل اسکان داده شدن، این رقم همچنان 400 هزار نفر کم داره. ما میدونیم 1,100,000 نفر در شمال غزه سکونت دارن، وقتی که ارتش اسرائیل هشدار داده بود به ساکنین نوار شمال منطقه شمال نوار غزه که به سمت جنوب برن. برای همین برخی نگران هستن که این حملات، اگر حملات اسرائیل گسترده تر بشه، جان این 400 هزار نفر در خطر خواهد بود. آنچه که فلسطینی ها در نوار غزه میگن تانک های اسرائیلی وارد حریم نوار غزه شدن، از 2 مکان بیت لاهون و 1 جای دیگر اس بردن که مشاهده شده. هنوز ارتش اسرائیل واکنش خاصی به این موضوع نداده، جزئیات جدیدی نگفته، ما منتظر هستیم.